بسم الله الرحمن الرحیم. مواصلین عزیز، در قسمت ششم فصل ششم بعد از ساختن خود ای آر و یکی بعد از رسم خود ای آر، یک سلسله قانون و قواعد است که باید اونا را یکه به یکه به تشریح بگیریم که خود ای آر وقتی که در مرحله طراحی مفهومی ساختیم یا رسم کردیم به مرحله طراحی فیزیکی چگونه تبدیل شوه و یکی چگونه دیتابیس را به شکل فیزیکی بسازیم. در این قسمت چند قاعده ساده برای تبدیل ای آر دیاگرام به دیتابیس را ارائه می دهیم. چند قانون خاص داره. در بعضی کتاب ها 7 استپ یا مرحله گفته، در بعضی جاها 10 مرحله. خب تمامی مراحل یکی هسته. در بعضی کتاب ها چند مرحله، چند قاعده را به صورت یک جایی به تشریح گرفته، در بعضی کتاب ها جدا جدا. با استفاده از این قواعد میتونید یک دیتابیس نرمال ایجاد کرد. وقتی که ER مدل ساختین و اینمی تمامی قواعد مد نظر گرفتین، یک به یک مرحله به مرحله از قاعده اول الی قاعده اخیر و پیش رفتین، میتونین به بسیار سادگی خود ER دیاگرام ما را به یک دیتابیس تبدیل کنیم یا برگردانیم. قاعده از چرا باید از قاعده اول شروع کنیم تا قاعده اخیر، از خود یک دلیل داره. مثلا در قاعده اول گفته که اول جدول ها بسازید، تا جدول ها ساخته نشه ارتباطات ما داده نمیتونیم. به این لحاظ تمامی قواعد باید از شروع، از قاعده اول الی قاعده آخر، باید به ترتیب یک به یک باید پیاده سازی شود. این قواعد برای تبدیل ER دیاگرام به دیتابیس به ترتیب از جدول الی ارتباطات می باشد. از جدول شروع، از جدول اصلی تا ارتباط بین جداول تمامیش مد نظر گرفته. در قاعده اول چی گفته؟ در قاعده اول گفته هر نهاد یا انتیتی قوی یا مسترانگ انتیتی یا جدول خود قوی یا مستقل باید که با تمامی ستونهایش باید بچی به خود فیزیکال دیزاین یا به دیتابیس یا به شکل فیزیکی برگردانده شود. هر نهاد یا انتیتی قوی به یک جدول تبدیل می شود که دارای ستونهای برای هر کدام از صفات بوده و هر بخش از صفات مرکب یا ترکیبیش به صورت یک ستون جداگانه پیاده سازی گردد. تمامی در ER دیاگرام یک شکل مستطیلی که رسم کردیم نمایانگر از است که یک جدول است، تعداد خود اوال شیپ یا امو اتریبیوتاش صفتاش که بود نمایانگر خود کالم هایش است. جدول می سازیم، کالم هایش معرفی می کنیم، در صورت که کالم یا صفت ترکیبی داشتیم هر جز، هر کمپوننت، هر جزش، هر بخشش باعث یک ستون جدا انتخاب میکنیم و به این شکل پیاده سازی میکنیم و جداول اصلی را میسازیم. در قاعده دوم گفته هر نهاد ضعیف یا ویک انتیتی تبدیل به یک جدول شده و این جدول دارای یک کلید خارجی متناظر با کلید اصلی در جدول مربوط به جدول قوی است. چرا ما باید در قاعده دوم جدول ضعیف را بسازیم؟ به خاطر از اینکه ما گفتیم جدول ضعیف به تنهایی خود بوده نمیتونه. ایدنتیفاینگ اونر یا ای که توسط کدام جدول دیگه ای شناسایی میشه، اول او باید معرفی شوه، اول باید او پیاده سازی شوه، بعدا جدول ضعیف. جدول ضعیف را میسازیم و چقسمی و ای گفتیم این جدول به تنهایی خود نمیتونه باشه، باید یک ایدنتیفاینگ اونر داشته باشه. پس چطور باید بکنیم؟ وقتی که جدول ضعیف ایجاد کردیم، یک ستون ما باید به حیث فارین کی باید بسازیم که پرایمری کی جدول اصلیش یا تیبل که با او در ارتباط است مربوط به او میشه، پرایمری کی از او یا کلید اصلی از او به حیث کلید خارجی در این جدول ذخیره شود و خود از این ایدنتیفایر یا مشخصه یا آیدی یا ستون کلیدی داشته نمیتوانه. خود مثال فامیلی یک نهاد ضعیف است چون وجودش وابسته به نهاد پرسنل می باشه، یعنی اگر کارمند وجود نداشته باشه اعضای خانواده او هم نمیتواند وجود داشته باشد. پس اول باید خود جدول پرسنل باید ایجاد شد، بعدا جدول خود فامیلی و پرایمریکی جدول پرسنل به حیث فارینکی یا کلید خارجی به جدول فامیلی باید ذخیره شد.
در این مثال ما می‌بینیم در ای آر دیاگرام ما داریم جدول پرسنل و جدول فامیلی. فامیلی ما با دبل لاین نشان داده شده، یعنی جدول فامیلی ما جدول ضعیف هست و جدول پرسنل ما جدول قوی هست. پس پرایمری کی یا کد خود ستون کد یا پرایمری کی خود جدول پرسنل باعث فارین کی، باعث فارین کی در جدول فامیلی باید ذخیره شود. وقتی اگر خواسته باشیم این به دیتابیس پیاده سازی کنیم یا دیتابیس بسازیم، چه قسم یک دیتابیس یک جدول به نام پرسنل می سازیم، ستون کد باید پرایمری کی باشه، اندرلاین ستون نام داشته باشه و سالری داشته باشه، و جدول دیگه بعدا در قدم دوم جدول فامیلی بسازیم که اف کد یا فامیلی کد باشه و خود ستون کد باشه. این ستون کد در حقیقت ستون به فارین کی خود پرسنل است که پرایمری کی خود پرسنل باعث فارین کی در این جدول ذخیره شود. نوعیت اطلاعاتشان باید یکی باشه، نامایشان فرق نمیکنه و میتونه ستون های دیگه نیم و مثلا تاریخ و ستون های دیگری داشته باشند. قاعده سیوم، برای یک رابطه درجه یک، رابطه که بین یک جدول و خودش است، یک ستون اضافی به عنوان کلید خارجی در آن ایجاد کرده که در ارتباط با کلید اصلی جدول می باشد. در مرحله سیوم یا قاعده سیوم چی میگه؟ وقتی که جدول می سازیم، به خاطر از اینکه ارتباط یک به یک داره، خود جدول با خود جدول داره، در اون صورت اگر سه ستون داره، یک ستون اضافی به خاطر خود پرایمری کی خود این جدول که باعث فارین کی به ستون های به ستون به رو های دیگر می باشه، باعث فارین کی در خود این جدول ذخیره شه. فرض مثال اگر ما داریم ستون کد نام و ماش داریم، اگر این خودش با خودش ارتباط است، یک پرسنل چندین نفر دیگر مدیریت میکنه، پس کد خود فرد مثلا منیجر کد، کد منیجر کیست؟ کد منیجر از کجا میاد؟ از خود ستون کد باید بیاد. خود این پرایمری کی در این ستون که ذخیره شد باعث فارین کی شناخته میشه و دو ستون دیگرش که نام و سالری می باشه. مثال قبلی را اگر جدولش داشته باشیم به چی شکل، خود کد است 1 2 3 4 5، این کد های خود کارمندای ماست و نامشان علی، رضا، سارا نامایشان است. منیجر فرض مثال کارمند که آیدیش یک از چند است، آیدی منیجرش 0 است و از کارمند که آیدیش 2 است، منیجرش کیست؟ منیجرش 1 است. پس از رضا منیجرش علی است. به این شکل باز ما هم میفهمیم ای در حقیقت 0 1 1 3 3 در حقیقت تمامی ای پرایمری کی هاست که باعث فارین کی در این ستون ذخیره شده. این هم ارتباط درجه یک می باشن. قاعده چهارم، برای یک رابطه درجه دو و با کاردینالیتی 1 به 1 برای هر نهاد یک جدول ایجاد کرده و کلید اصلی آن دو جدول با هم متناظر خواهد بود. فرض مثال اگر بخش مالی دانشجو و بخش آموزشی دانشجو ارتباط 1 به 1 باشه، یک دانشجو در یک جدول باید با یک سطر از جدول بخش آموزشی دانشجو در ارتباط باشه. فرض مثال آیدیش دیگه مشخصاتش هر کدامش باید جدول ایجاد شود، اما خود چه قسمی ما تشخیص بدیم پرایمری کی کدامش به کدامش باید بره، باز این جدول اصلی و فرعی را ما تشخیص بدیم کدامش اصلی است. اول بخش آموزشی دانشجو است، باز بخش مالیش است، پس از این بخشش پرایمری کیش باید فارین کی و جدول دیگری بره. تشخیص از این که کدامش جدول اصلی است کدامش فرعی در ارتباط 1 به 1 وظیفه خود طراح دیتابیس می باشه. در قاعده پنجم، برای یک رابطه درجه دو یعنی تعداد جدولاش 2 باشه و با کاردینالیتی 1 به چند، وان تو منی نهاد طرف 1 تبدیل به 1 جدول می شود و نهاد طرف چند تبدیل به 1 جدول با کلید خارجی می شود.
خود سمت یک است وان سایت که است تمامی ستونهاش به مو مقدار مشخص می باشه. اگر پرسنل هست نام داره، پیکود داره و معاش داره، سه ستون داره. اینمی جدول با سه ستونش ذخیره میشه، اما جدول پروژکت که است چون منی سایت است چهار ستون داره، چهار ستونش ما ایجاد میکنیم، یک ستون دیگه به خاطر ارتباط که خود کد ازی یا پرایمری کی ازی بایس فارین کی یا بایس کلید خارجی در جدول بیا ما ایجاد میکنیم. اف کد مثلا کد نامشان فرق نمیکنه، اگر مختلف باشه نوعیت اطلاعاتشان باید یکی باشه. این خود کد که است پرایمری کی است یا کلید اصلی از این جدول پرسنل است که بایس فارین کی در جدول پروژکت ذخیره میشن. قاعده ششم، در رابطه درجه دو با کاردینالیتی چند به چند هر کدام از نهادها به صورت یک جدول پیاده سازی شده و خود رابطه نیز به صورت یک جدول جداگانه ایجاد می شود که دو کلید خارجی متناظر با کلیدهای اصلی در دو جدول نهاد را باید داشته باشه. خود در خود ای آر مدل را که رسم کردیم ارتباطشان چند به چند که بود، خود ارتباط را خود شکل لوزی را داخل یک مستطیل گرفتیم، یعنی خود ارتباط ما وقتی که امپلمنت کردیم پیاده سازی کردیم خود ارتباط ما به یک جدول تبدیل میشه که پرایمری کی هر دو جدول، جدول سمت چپ و سمت راست پرایمری کی یا کلید های اصلی شان به اس فارن کی یا کلید خارجی در جدول جنکشن تیبل یا جدول رابط بینشان به اس فارن کی یا کلید خارجی ذخیره میشه. ضمن این که ترکیب کلیدهای خارجی در جدول رابط میتواند کلید اصلی آن باشد، رابطه یک مثال، اگر رابطه محصل با درس باشد هر محصل میتواند چند درس را انتخاب کنه و هر درس میتواند چند توسط چند محصل انتخاب شود. این رابطه ایشان چند به چند است؟ این ما چه قسم میتوانیم ایجاد کنیم؟ خود محصلین داریم و خود جدول کورس داریم و در خود ارتباطشان دو اتریبیوت اضافی داریم. جدول سمت چپ ما استودنت به حیث یک جدول در دیتابیس ساخته میشه و خود کورس ما یک جدول در دیتابیس ساخته میشه، اما خود ارتباط ما که ما انتخاب گفتیم و یک استودنت و کورس گفتیم اسی نامش هر چی میتونیم بگذاریم، نظر به کاراییش، نظر به فنکشنالیتیش، پرایمری کی خود جدول، هر دو جدول ما هم از جدول استودنت هم از جدول کورس به حیث فارن کی در جدول جدید یا رابط ذخیره میشن و دو اتریبیوت اضافی که گفتیم سکور و تم به حیث اتریبیوت های خود ریلیشنشپ هم در جدول رابط ما ایجاد میکنیم. قاعده هفتم، برای صفاتی که میتواند مقدار آنها از بین چند مقدار معین انتخاب شود. بعضی وقتا اتو ستون های میتونید داشته باشیم که قیمت های شما نمیذاریم که استفاده کننده از خود هر چیزی نوشته کنه. مثلا نام ولایت افغانستان مشخص است، یک لیست باید وجود داشته باشه که از اون لیست نام یک ولایت انتخاب کنه. یک نام یک ولایت با یک حروف مختلف یا به شکل مختلف باید نوشته نکنه، صرف از اون قیمت هایی که ذخیره شده لیست معینش باید انتخاب کنه. در اون صورت چه میکنیم؟ یک جدول برای نگهداری مقادیر قابل انتخاب ایجاد میکنیم. یک جدول ایجاد میکنیم، نام همی تمامی ولایت افغانستان دو ذخیره میکنیم و با جدول اصلی در ارتباط قرار میتیم. فرض مثال اگر خود کورس داشت، جدول کورس داشته باشیم و فیلد داشته باشیم، فیلد های ما تایتل های مختلف یک تا دو تا چندین سطر که داشته باشه، کورس که انتخاب میکنیم فیلدش کدام است از این جدول مقدار یک مقدار معین انتخاب میکنه، به این شکل ما ایجاد میکنیم. یعنی خود ستون هایی که مقادیرش باید انتخاب شود از یک لیست به حیث یک جدول پیاده سازی میکنیم در خود دیتابیس. قاعده هشتم، برای صفت چند مقداری مثل صفت فعالیت های علمی دانشجو یا مدارک استاد یک جدول جداگانه برای نگهداری و قسم قیمت ها ما چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم. قبلا گفتیم چند قیمت های یا ملتی والیوت ما اجازه نداریم در خود
خود دیتابیس رابطه ای نظر به قانون 13 فقره ای دکتری افکوت ما ستون چندین قیمت های چند مقداری داشته باشیم. پس اگر داشته باشیم چطور کنیم؟ یک جدول جداگانه ما تشکیل میتیم که اونمو قیمت ها در او ذخیره شه و ارتباط با جدول اصلی بگیره. اگر مثلا محصل آیدی داشته باشه، نام داشته باشه، اوریج داشته باشه و یک ستون اکتیویتی که ملتی والیوس یا چندین قیمت است داشته باشه، این ستون چندین قیمتش به یک جدول دیگه تشکیل میشه که با خود محصل در ارتباط می باشه. آیدی که اکتیویتی کرده، وقتا که اکتیویتی چی است، لیست مشخص میکنیم و با خود استودنت در ارتباط قرار میدیم. قاعده نوم و دهم تقریبا مشابه هم دیگه است. یک رابطه تخصیص یا اسپیشالایزیشن به صورت دو جدول است که بر جدول اصلی دارای اطلاعات نهاد اصلی و جدول مشتق دارای اطلاعات نهادهای خاص مشتق می باشد. اما ارتباط از ارک که گفتیم یا سب تایب سوپر تایب که قبلا ذکر کرده ایم در اینجا مفهوم گرفته شده، در قسمت نهم و دهم یا در قاعده نهم و دهم باید خود امو ارتباط از ا و یک سب تایب سوپر تایب به حیث یک جدول مختلف باید پیاده سازی شوند. این ارتباط نظر به این که چیگونه تشکیل شده، چیگونه همین پروسس از چیگونه بوده، با تم اپ دیزاین است. یعنی اول جدول سطح پایین بوده، یک جدول از اونا مشترک گرفته شده و یا یک جدول عمومی داشتیم از او جدول خاص و خاص‌تر ساختیم، نظر به اون نامگذاری شده. اگر رابطه تخصیص گفتیم یا اسپشیالایزیشن گفتیم، او به این معنا که یک جدول اصلی داشتیم از او سب تایپ‌ها یا چایلدشان یا جدول اسپشیالشان ما ایجاد کردیم. در قاعده نهم او را باید تطبیق کنیم. در جدول مشتق یک ستون به عنوان کلید خارجی مرتبط با کلید اصلی در جدول اصلی خواهد بود و برای هر سطر در جدول مشتق باید یک سطر در جدول اصلی وجود داشته باشد. اگر کارمند باشه، کارمند میتونه کارمند رسمی باشه، کارمند قراردادی باشه، به این شکل که گفتیم خود پرایمری کی کارمند باید به حیث فارنکی به جدول رسمی و به جدول قراردادی باشه. این کارمند جدول رسمی باید پرایمری کی دیگری نداشته باشه. خود کارمند یک کارمند است، نصف معلوماتش در جدول کارمند و نصف معلوماتش در جدول رسمی ذخیره میشه. اگر اقسم حالت داشته باشیم چی میکنیم؟ هر جدول ما به حیث یک تیبل، هر انتیتی ما به حیث یک تیبل یا جدول پیاده سازی میشه و پرایمری کی جدول پدر به حیث فارین کی به جدول سب یا پسر روان میشه. در قانون دهم همانند قانون نهم رابطه تجمیع یا جنرالایزیشن می باشه، مثل رابطه بین کامپیوتر و قطعات آن. وقتی که سطح پایین یا سب تایپ ها را داشته باشیم یا جدول چایلد داشته باشیم و از اونا بخواییم یکی مشترک بگیریم، این قانون به نام رابطه تجمیع یا جنرالایزیشن یاد میکنه و یک جدول ایجاد میکنیم که دارای ستونهای بر مثل رابطه تخصیص ای همه مقسم مپ میشه و هر کدامش یک جدول ما ایجاد میکنیم و پرایمری کی کلید اصلی پدر به حیث فارن کی به جدول پسر روان میشه. در این شکل نشان میتیم اگر کمپیوتر و قطعاتش باشه، رم و سی پی او، و هر کدامش یک جدول ایجاد میکنیم و پرایمری کی پدر به حیث فارن کی به جدول پسر روان میشه. خب نتیجه گیری، اطلاعاتی که قرار است در دیتابیس ذخیره شود باید قبل از اینکه پیاده سازی شود و شکل فیزیکال دیزاین یا دیتابیس باید به شکل معنایی و مفهومی مدل سازی شود که آسان فهمیده شود و قبل از ایجاد دیتابیس یک خود نمونه از دیتابیس را داشته باشیم که این توسط ایر دیاگرام قابل تطبیق است. انتیتی اتریبیوت و ریلیشنشپ در ایر دیاگرام می باشه و به خاطر برگرداندن از این یک سلسله قوانین قواعده داریم که در قواعده را ذکر کردیم در هر قاعده و چی کار را انجام بدیم و تشریح گرفتیم. این بود هم فصل ششم تا
تمامی شش فصل به شما به تشریح گرفته ایم. محصلین عزیز موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.